بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که به حمد الله در موعد هر ساله بار دیگر با شما برادران، فرزندان، جوانان عزیز از نیروی هوایی سرفراز ارتش جمهوری اسلامی ایران ملاقات میکنم. خیلی خوش آمدید همه تون. سرودی هم که اجرا شد، شعر خوب، آهنگ خوب، اجرا خوب، مضامین عالی. انشاءالله که دلهای ما و شما همواره برخوردار باشد از نفحات رحمت و هدایت الهی که این مهمترین پشتوانه است. با یک نگاه متعارف و معمولی به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول این سالهای متمادی، انسان حقایق مهمی را درک می کند. یک روزی بود که شما حتی یک قطعه هواپیماهایی که در اختیار داشتید را نمی توانستید و اجازه نداشتید تعمیر کنید و روی اون کار کنید. امروز شما هواپیمای آموزشی می سازید، جنگنده می سازید، شبیه ساز می‌سازید، کارهای مهم راداری انجام می‌دید، قطعه‌های پیچیده رو تولید می‌کنید، جریان عظیم استعداد و عشق و ابتکار و حرکت در جهت خودباوری و خودکفایی در نیروی هوایی، در کل ارتش، در نیروهای مسلح و در سراسر کشور یک جریانی است که امروز حتی مخالفین جمهوری اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی هم نمیتوانند منکر آن بشن. نظام سلطه که به کمک زر و زور و به کمک سلاح و تهاجم نظامی تلاش کرده بود اختیار ملت‌ها را و کشورها را در سراسر دنیا در دست بگیرد و بباوراند که ملت‌ها بدون تکیه به ابرقدرت‌ها و صاحبان زر و زور که پشت سرشون هم کمپانی‌های صهیونیستی و غیر صهیونیستی صف کشیده بودند، بدون اینها ملت‌ها نمی‌توانند راهی به عظمت و شخصیت و هویت و استقلال پیدا کنند. شما این رو در هم شکستید. امروز شما ملاحظه کنید، ملت ایران را مقایسه کنید با ملت‌هایی که 30 سال در خدمت در سیطره قدرت آمریکا بودند. ببینید شما کجایید، اونها کجا. ملت ایران 30 سال حرف مستقل خود را گفت، سخن حق خود را تکرار کرد، به سلطه‌گران نگفت و اینجاست. دولت‌هایی، ملت‌هایی
هستند و بودند که در این 30 سال در سیطره آمریکا بودند، دولت‌های سرسپرده آمریکا که ملت‌هاشون رو زیر پای سلطه‌گران انداخته بودند، اونها هم هستند. ببینید اونها کجان، شما کجایی؟ ملت ایران با حرکت خود، با استقلال خود، با خودباوری خود، با توکل به خدا اثبات کرد که می توان و می باید در مقابل سلطه بیگانگان و سلطه جویان ایستاد و می توان ایستاد. این رو ملت ایران اثبات کرده است. 30 سال پیش ملت ایران در قافله علم و تمدن و پیشرفت و فناوری و نفوذ سیاسی کجا بود؟ امروز کجاست؟ به برکت ایستادگی، به برکت توکل به خدا، به برکت به میدان آوردن همه استعدادهای خود. این یک تجربه است، هم برای خود ملت ایران و نسل‌های آینده تجربه است، هم برای ملت‌های دیگر تجربه است. و نیروی هوایی جمهوری اسلامی یکی از نمونه هاست در این ایستادگی و حرکتی که متکی به خود باوری بود. اینو باید ادامه بدیم. ما ملت ایران باید این رو ادامه بدیم. این راه، راه پربرکتی است. دشمنان ملت ایران در این 30 و چند سال هر چه در توان داشتن علیه این ملت به کار گرفتند. چیزی در چنته ندارند که علیه ملت ایران به کار نگرفته باشند. تحریکات کردند، جنگ راه انداختند، از دشمن جمهوری اسلامی با همه توان حمایت کردند، معارضه سخت کردند، معارضه نرم کردند، هر چه در توان داشتند با این ملت مبارزه کردند. اما ملت ایستاد، ایستادگی کرد. نه فقط نتوانستند او رو به زانو در بیاورند و بشکنند، نتوانستند جلو پیشرفت او رو بگیرند. این ملت پیشرفت کرده است. از هر کاری که در اختیارشون بود و می توانستند در این 30 سال استفاده کردند، توطئه کردند، کودتا را انداختند، تحریک نظامی کردند، حمله به هواپیما کردند، تحریم‌های سخت و شدید کردند، روز به روز تحریم‌ها رو زیاد کردند به امید اینکه بتوانند ملت رو از صحنه خارج کنند، بتوانند ملت رو ناامید کنند، بتوانند ملت رو نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی بدبین کنند. ناکام موندند. این کارنامه جمهوری اسلامی است. این روزها، روزهای دهه فجر، فرصت خوبی است که فرزانگان ما، آگاهان ما، جوانان ما، آحاد ملت ما به ارزیابی کاری که در این 30 و چند سال کرده اند بپردازند، ببینند پیشرفت های خودشون را، ببینند تلاش موفق خودشون را، ببینند کمک های الهی را، ببینند ضعف مکر دشمنان را که ومکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. این شد یک دستورالعمل کلی برای ما که ببینیم راه آیندهمون رو چگونه باید انتخاب کنیم. شما در نیروی هوایی با همین نگاه، با همین جهتگیری حرکت کنید، پیش برید. بخش‌های مختلف کشور، آحاد ملت، مسئولان کشور با این نگاه حرکت بکنند. البته دشمن اذیت میکنه، آزار میکنه، اما جز اذیت و آزار کاری از او بر نمی آید.
عرض کردم چند روز قبل از این خدای متعال می‌فرماید کار آنها اینه که به شما آزار برسونن، اما نمیتوانن جلو شما رو سد کنن، نمیتوانن راه شما رو ببندن. این همه آمریکایی ها در طول این 30 سال علیه ملت ایران رجزخوانی کردند. هرچه در توان داشتن گفتند، کردند، تبلیغ کردند، امپراتوری خبیث رسانه‌ای را علیه ملت ایران به کار گرفتند. نتیجه این شده است که امروز ملت ایران به فضل الهی از همیشه شادابتر، عازمتر، جازمتر، فعالتر، شکوفایی بیشتر در عرصه‌های مختلف رو داره مشاهده میکنه. سعی آنها این بوده است که ملت را از نظام جمهوری اسلامی، از انقلاب جدا کنند. هر سال در 22 بهمن ملت ایران با حضور خودشون در این عرصه نمایش عمومی ملی و انقلابی دشمن را ناکام کردند. سعیشون این است که ملت رو جدا کنند. وزیر خارجه بی تجربه قبلی آمریکا صریحاً گفت که ما این تحریم ها را برای این میگذاریم که مردم ایران را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار بدیم. ملت ایران جواب اونها رو در حرکات خود، در راهپیمایی های خود داده اند و خواهید دید در روز 22 بهمن ملت ایران با حرکت کوبنده خود یک بار دیگر دشمن را ناکام خواهند کرد. حسن کار این است که ملت بصیر است، بیدار است، معنای کار دشمن را میفهمد، حرکات دشمن را جهتیابی میکند، میفهمد چرا دشمن این سیاست را اتخاذ کرده است، نقطه مقابل او حرکت میکند، بر داشته های خود پافشاری میکند، حضور خود را در این عرصه عظیم عزت ملی خودش رو نشان میده، حضور خودش رو اثبات میکنه. این حسن قضیه از بصیرت عمومی مردم در مقابل تبلیغاتی که دشمنان میکنن، بیشتر از همه آمریکایی ها و صهیونیست ها راه رو اشتباه نمیکنن، دچار اون اشتباهی و خطایی که دشمن در پی آن است که ملت ایران دچار اون بشود دچار نمیشن. این حسن قضایای عظیم ملی و کلان ماست. حالا اخیراً آمریکایی ها باز مسئله مذاکره رو پیش کشیدن، تکرار میکنن که آمریکا آماده است با ایران مذاکره مستقیم بکند. این تازگی نداره. مسئله مذاکره رو آمریکایی‌ها در هر مقطعی تکرار کردند. حالا امروز نوبه میدان آمده ها مجدداً تکرار می‌کنند که مذاکره کنیم و میگن توپ در زمین ایران است، توپ در زمین شماست، شما هستید که باید پاسخگو باشید، شما هستید که باید بگید مذاکره همراه با فشار و تهدید چه معنایی دارد. مذاکره برای اثبات حسن نیت است. شما 10 تا کار انجام می دهید که حاکی از سوء نیت است، اون وقت به زبان میگید مذاکره؟ توقع دارید ملت ایران قبول کنم که شما حسن نیت دارید؟ ما البته درک میکنیم چرا آمریکایی ها
این روزها باز مجددن مسئله مذاکره رو هی تکرار میکنن، هی میگن پشت سر هم به زبانهای گوناگون. ما میفهمیم علت چیست. سیاست به قول خود آمریکایی‌ها، سیاست خاورمیانه‌ای آنها دچار شکست شده. آمریکا در سیاست‌های خود در این منطقه دچار شکست است. احتیاج دارند به اینکه یک برگ برنده‌ای رو به قول خودهاشون رو کنن. این برگ برنده از نظر آنها عبارت است از اینکه نظام جمهوری اسلامی انقلابی مردمی رو کشوندن پای میز مذاکره. به این احتیاج دارن. میخوان به دنیا اعلام بکنن که ما حسنیت داریم. نه، ما حسنیتی مشاهده نمی کنیم. من 4 سال قبل در اول این دولت کنونی آمریکا که باز همین حرف ها رو می زدم اعلام کردم، گفتم ما پیش داوری نمی کنیم، قضاوت زود هنگام نمی کنیم، ما نگاه می کنیم ببینیم عمل اینها چگونه است، اون وقت قضاوت خواهیم کرد. حالا بعد از 4 سال قضاوت ملت ایران چی باشه؟ از فتنه داخلی حمایت کردند، به فتنه‌گران کمک کردند، در سطح منطقه با ادعای مبارزه با تروریست به کشوری مثل افغانستان لشکرکشی کردند، این همه انسان رو پامال کردند، نابود کردند. با همون تروریست ها امروز دارن در سوریه همکاری میکنن، پشتیبانی میکنن. همون تروریست ها رو در هر جایی که توانستن در ایران به کار بگیرن به کار گرفتن. عوامل اونها، همپیمانهای اونها، جاسوسان رژیم صهیونیستی دانشمندان را در جمهوری اسلامی ترور کردند. صریح اینا حاضر نشدن حتی محکوم کنن، حمایت هم کردن. این عمل کرده اونهاست. علیه ملت ایران تحریم هایی رو که خودشون میخواستن این تحریم ها فلج کننده باشد، اینو تصریح کردن، گفتن فلج کننده. کی رو میخواستید فلج کنید؟ ملت ایران رو میخواستید فلج کنید. شما حسنیت دارید؟ مذاکره از روی حسن نیت با شرایط برابر میان دو طرفی که نمیخواهند به یک دیگر کلک بزنند معنا پیدا میکنه. مذاکره به صورت یک تاکتیک، مذاکره برای مذاکره، مذاکره برای فروختن جست ابرقدرتی بیشتر به دنیا، این مذاکره یک حرکت حیله‌گرانه است، این حرکت واقعی نیست. من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری رو اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمون رو میزنیم. مذاکره اون وقتی معنا پیدا می کند که طرف حسن نیت خود رو نشان بده. وقتی طرف حسن نیت نشان نمیده، خودتون میگید فشار و مذاکره، این دوتا با هم سازگار نیست. شما میخواهید اسلحه رو مقابل ملت ایران بگیرید، بگید یا مذاکره کن یا شلیک میکنم برای اینکه ملت ایران رو بترسونید. بدانید ملت ایران در مقابل این چیزها مرعوب نخواهد شد. عده هم از روی ساده لوحی، بعضی هم از روی غرض. نمیشه انسان قضاوت قطعی نسبت به اشخاص بکند.
اما کار آدم ساده لوح با کار آدم مغرض در ماهیت خود تفاوتی پیدا نمی کنه. خوشحال میشن که بله بیایید. نه اینجور نیست. این مذاکره مشکلی رو حل نمی کند. مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمی کند. کجا اینها به وعده های خودشون عمل کردن؟ 60 سال از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که با آمریکایی ها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند. یک روزی مصدق به آمریکایی ها اعتماد کرد، به اونها تکیه کرد، اونها رو دوست خود فرض کرد. ماجرای 28 مرداد محل کودتا در اختیار آمریکایی ها، عامل کودتا که با چمدان پر پول آمد تهران و پول قسمت کرد بین اراذل و اوباش که کودتا رو راه بیاندازه، آمریکایی بود. تدبیر کار رو که خودشون هم اعتراف کردن، اقرار کردن. بعض هم حکومت ظالمانه پهلوی را سالهای متمادی بر این کشور مسلط کردند، ساواک تشکیل دادند، مبارزان رو به زنجیر کشیدند، شکنجه کردند. این مال اون دوره است. بعد از انقلاب هم در برهه‌ای مسئولین کشور روی خوشبینی‌های خود به اینا اعتماد کردند. از اون طرف سیاست دولت آمریکا ایران رو در محور شرارت قرار داد. مظهر شرارت شمایید. شما هستید که در دنیا دارید شرارت میکنید، جنگ راه میاندازید، ملت‌ها رو میچاپید، از رژیم صهیونیستی حمایت میکنید، ملت‌های به پا خواسته را در این ماجرای بیداری اسلامی تا هر جا که بتوانید دچار سرکوب میکنید و استضعاف میکشید و بین اونها اختلاف میاندازید. شرارت متعلق به شماست، شأن شماست. ملت ایران رو متهم کردن به شرارت، اهانت بزرگ. هر جا به اینها اعتماد شد اینها اینجوری حرکت کردن. باید حسنیت نشان بدن. عنوان مذاکره، پیشنهاد مذاکره با فشار سازگار نیست. راه فشار با راه مذاکره دوتاست. امکان ندارد که ملت ایران قبول بکند که زیر چکمه فشار، زیر تهدید بیاد با طرف تهدید کننده و فشار آورنده مذاکره کنه. که مذاکره کنیم که چی؟ که چه بشه؟ امروز ملت ایران بیدار است. چهره آمریکا نه فقط در ایران، در منطقه شناخته شده است. ملت‌ها با آمریکا سوء ظن دارند و این سوء ظن قرائن متعددی برای آنها دارد. ملت ایران هم دست آمریکا رو خوانده است، میفهمه که مقصود آنها چیست. ملت بیدار است. امروز اگر کسانی بخوان سلطه آمریکا رو مجددا در این کشور برقرار کنند، بخوان از منافع ملی، از پیشرفت علمی، از حرکت مستقل صرف نظر کنند برای خاطر رضایت آمریکا، ملت گریبان اینها را خواهد گرفت. بنده هم اگر بخوام برخلاف این حرکت عمومی و خواست عمومی حرکت کنم، ملت اعتراض خواهد کرد. معلومه همه مسئولین کشور موظفند منافع ملی را رعایت کنند، استقلال ملی را رعایت کنند، آبروی ملت ایران را حفظ کنند. ما با کشورهایی که حرکت توطئه آمیز علیه ایران نداشتند و ندارند مذاکره کردیم، قرارداد بستیم، ارتباط برقرار کردیم. ملت ایران
اهل مسالمت است، ملت ایران اهل حلم است. وحدت ملت ایران در خدمت منافع عمومی بشریت است. امروز آنچه که ملت ایران انجام می‌دهد برای منافع ملی، برای منافع امت اسلامی و برای منافع بشریت است. و بدون تردید کمک الهی پشت سر ملت ایرانه. مردم ایران با این بصیرت، با این عزم راسخ، با این ایستادگی که در این راه روشن خود نشان دادن و انشاءالله همیشه این رو دنبال خواهند کرد، خواهد توانست نه فقط ملت ایران را، انشاءالله امت اسلامی را با اوج قله افتخار برسانه. راهش اینه که این بصیرت رو حفظ کنیم. راهش این است که اتحاد خودمون رو حفظ کنیم. راهش این است که مسئولین کشور مصالح کشور رو حفظ کنن. این بد اخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور، که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بد اخلاقی ها انشاءالله، با مردم حرف خواهم زد، این بد اخلاقی ها را بذارن کنار. ملت یک دل است، مصمم است، فعال است. اگر اختلاف نظری هم در مسائل گوناگون در میان ملت وجود داشته باشد، در مقابل دشمن، در مقابل استکبار، در مقابل کسانی که کمر به ریشه کنی این ملت و این نظام بسته اند، همه مسئولین و آحاد ملت با هم همدستند. هیچ اختلافی در این جهت بین آحاد ملت وجود ندارد و انشاءالله روز 22 بهمن مردم باز هم نشان خواهند داد، به فضل پروردگار، به توفیق الهی نشان خواهند داد که برای حفظ پایه‌های این انقلاب همه ملت در صحنه هستند و آماده هستند و همدل و همزبان و همجهتند و بیشک توفیق الهی هم شامل حال آنها خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.